مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از آلمان با ما همراه میشن تا گفتگوی داشته باشیم. در همین رابطه های مهدوی آزاد، بحث سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی همچنان بازتاب های متفاوتی داره. روزنامه جمهوری اسلامی امروز به نقش سپاه پرداخته و این نقش رو در واقع یادآور شده. امروز میبینیم که سپاه در بیشتر عرصه ها حضور داره. این نقش چه اندازه است؟ چقدر هماهنگ سپاه با بخش های دیگه؟ بله، من یه نکته فقط بگم یادمون نره بعدن شاید به درد کسی بخوره، و اونم که همین آقای فرمانده سابق سپاه آشورا استاندار فعلی که حالا الان میگه سیلی خوردم و مردم دارم و اینا، چند ماه پیش حساب همسرش منتشر شد در حالی که بودش از 70 میلیارد تومان توی حسابش پول بود، و بعد که خیلی سرصدا کرد، البته اون موقع فرمانده سپاه آشورا بود، ایشون فرمانده سپاه بود، خیلی سرصدا کرد، گفتن زنه کسی که اون بعد کارت منتشر کرده فیلم بازی کرده دشمن بود و ازش اعترافات اجباری گرفتن. ببین الان سپاه تبدیل به نهادی شده که از سیاست خارجی ایران تا اقتصاد ایران در تمام حوزه ها حضور داره. در حوزه اقتصاد نه من و شما، هر سه رئیس جمهور آخر جمهوری اسلامی دارن میگن این نهاد بسیار فاسدی است. آقای روحانی که اومد در واقع گفت نهاد فاسدی که مانع توسعه کشور میشه، قبلش آقای احمدی نژاد اومد گفت برادران قاچاقچی، و قبلش آقای خاتمی. این از حوزه اقتصادیش. در حوزه سیاست خارجیش و باز نه من و شما، وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی میگوید که سپاه قدس مجری سیاست‌های ولادیمیر پوتین و روسیه در حوزه برجام بوده. در حوزه خاورمیانه و منطقه واقعا نیست که میلیاردها، صدها میلیارد، هزاران میلیارد دلار ما در 3-4 دهه گذشته هزینه سیاست‌های سپاه قدس، توسعه طلبی بی‌منطق، ماجراجویی، بمب‌گذاری و غیره را دادیم. در حوزه سیاست داخلی اغلب کسانی، تاکید می‌کنم اغلب کسانی که در هر دو حکومت ایران و حکومت پهلوی، یعنی حکومت روحانیون و حکومت شاهنشاهی در زندان رفتن، از جناب روبی روحانی بگیرید تا چپ ها، همشون میگن صد رحمت به اون زمان و زندان هایی که توسط سپاه پاسداران اداره میشه، بند دو الف مخصوصا جزء مخوف ترین بند هایی است که الان در خاورمیانه شما میتونید پیدا بکنید. سپاه در سیاست داخلی دخالت میکنه، در تایید صلاحیت نامزدها، در چینش لیست ها، در همه چیز سیاست داخلی دخالت میکنه. میمونه حوزه فرهنگی که تکلیفش میکنم روشن مروج یکی از تندروترین متحجرترین دیدگاه های فرهنگی در خاورمیانه هست و داره اون رو ترویج میکنه، و میمونه در حوزه اطلاعات نظامی. در حوزه اطلاعاتی باز خود آقای احمدی نژاد میگه اینا در واقع توشون اسرائیل نفوذ کرده، اسرائیل هر کاری بخواد بکنه میکنه و جز شعار چیزی تعبیر شما نمیدن. در حوزه نظامی البته پیشرفتهایی داشته، از قایق‌های تندروش بگیرید تا موشکاش، دستاوردهایی داشته، اما در مجموع اگر نگاه کنید همین دستاوردها هم علیه مردم استفاده میشه، مثل آزمایش موشکی که بعد از برجام استفاده شد. یعنی از اونها استفاده میکنه در برای سیاست داخلی، نه برای امنیت ملی ایران. در مجموع فکر می‌کنم سپاه نهادی است که به غیر از آقای خامنه ای، آقا مجتبی و خود فرماندهان سپاه و احتمالاً خانواده‌هاشون، کسی دیگه در ایران از جناحی نیست که معتقد باشه این نهاد به نفع منافع ملی ایران داره حرکت میکنه. خب آقای مهدوی آزاد، روزنامه جمهوری اسلامی داره انتقاد میکنه از کسانی که پای سپاه رو باز کردن به مسائل سیاسی و اقتصادی، و بعد میگه که این سیلی که به استاندار زده شد این سیلی دوم بود، سیلی اول اون سیلی بود و صداش هم شنیده نشد. چرا صداش شنیده نشد؟ چه کسانی پای سپاه رو باز کردن و کی حمایت کرد؟ بله، ببین انحراف بزرگی در ایران اتفاق افتاده. این انحراف البته از همون روزهای اول انقلاب اتفاق افتاده، اینطور نیست که بخوام بندازمش فقط گردن آقای خامنه ای، از همون ابتدای انقلاب این انحراف شکل گرفته. منتها خب در دوره آقای خامنه ای تندتر شد، به جایی رسیده که الان ببینید آقای محسن رضایی فرمانده اول اسبق سپاه، کسی که در واقع شخصیت سپاه یه جوری مدیون او شکل داده بهش، یه مسابقه خیلی معروف داره، میگه اگه آمریکایی‌ها بخوان ما رو اذیت بکنن ما میریم 1000 تا آمریکایی گروگان میگیریم و بعد اینا رو 1 میلیارد دلار گروگانا رو میفروشیم. ببین این ذهنیت تروریستی به وضوح ذهنیت تروریستی است، اما ذهنیت غالب بر سپاه پاسدارانه. یا آقای طائب میاد یه مسابقه معروف میکنه، میگه برای ما سوریه مهمتر از خوزستانه. ببین این ذهنیت بسیار خطرناک باز حاکم بر یک نیروی نظامی که یک کشور بیگانه رو از یک استان در واقع مهمتر میدونه. این انحراف عظیم از ابتدای انقلاب شروع شده. این یک، دو، فقط نباید تقلیلش بدیم به مسائل اقتصادی. مشکل روزنامه جمهوری اسلامی این هست که این انحراف رو فقط صرفا تقلیل میده به بعضی از مسائل اقتصادی، دخالت در بعضی از مسائل اقتصادی، یا اون فوقش مثلا دخالت در بعضی از مسائل سیاسی. من فکر می‌کنم انحراف بزرگتر از این حرفاست و به اینجا رسیده که الان نهاد نظامی بزرگی مثل سپاه پاسداران که بخش عظیمی از سرمایه ایران رو در اختیار داره، عملا تبدیل شده به یک خاکریز بزرگ که مانع توسعه ایران، پیشرفت ایران، آزاد شدن ایران یا تحول در ایران است. ممنونم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن در آلمان با ما بودید.